آرایه های مقابل همه ابیات کاملا درست است، به جز گرچه در مصر فراموشی مقید مانده ایم، میرسد چون جامه یوسف به کنعان بوی ما. خب تلمیح که قطعا داره تا مصر و یوسف و کنعان میاد، خب تلمیحش رو پیدا میکنیم. اما ایهام، گرچه در مصر فراموشی مقید مانده ایم، اینجا که هیچ واژه‌ای نیست که بشه ایهام بهش نسبت داد، میرسد چون جامه یوسف کنعان بوی ما. آیا بو رو میشه گفت دوتا معنا داره؟ بو صرفاً به معنی رایه هست، بو به معنی امید و آرزو اینجا نیستش، پس بو ایهام نداره، پس همون پاسخ گزینه یک هستش. خب بریم بقیه رو بررسی کنیم بچه ها. حسرت برم از خسرو و فرهاد، تا خسرو و فرهاد میاد احتمالا لف و نشر داریم. نه ضرب ترازویم نه مانند خسرو، ضرب ترازو دارم نه مانند فرهاد زور به بازو دارم. خب پس اینجا لف و نشر داریم. از طرفی واژارایی هم داریم، واژارایی قوی حرف ر، حسرت برم از خسرو و فرهاد که در عشق نه ضرب ترازویم و نه زور به بازو. تو مصرع دو واژارای ز هم داریم. خب پس گزینه دو هم لفونش هم واژارایی. بریم سراغ گزینه سه، نظر لطف ز مهر. مهر اینجا دارای دوتا معنیه، یکی محبت یکی خورشید. خب اینجا خودش خورشید معنا میده، اما محبتش با لطف چی میسازه؟ محبت با لطف تناسب میسازه. نظر لطف ز مهر و مه کمکاسه، مجوی خواب آسودگی از چشم نگهبان مطلع. اسلوب معادله هم داره دیگه، بین دوتا مصرع میشه علامت مساوی گذاشت، مصداق و مثال همدیگه هستن، محتواشون یکیه، اسلوب هم داره. گزینه چهار، معنی رنگین. تا معنی رنگین رو میخونیم حسامیزی به نازک دل کنایه رساند خیش را، باده مثل گل. باده گلگون هم تشبیه ندارد، بهتر از مینا نقاب. پس باده گلگون تشبیه، معنی رنگین حسامیزی و نازک دل کنایه. پاسخ گزینه یک.